برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رئیس شورای استانداری کربلا المعلا از راه اندازی قریب الوقوع اولین پروژه مسیر دوربرگردان برای زیارت میلیونی اربعین حسینی خبر داد. در همین راستا قاسم علی اساری رئیس شورای استان کربلا طی سخنانی هزینه این پروژه را 480 میلیارد دینار عراقی برآورد کرده است. وی در ادامه این پروژه را یکی از مهمترین پروژه‌های دانست و اظهار داشت این پروژه کمک قابل توجهی به کاهش ازدحام ترافیکی به ویژه در مناسبت‌های مهم مذهبی مثل اربعین حسینی خواهد داشت. کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرده گروه تروریستی سنی‌های تندروی داعش تهدید خطرناک علیه عراق نیست. یک عضو این کمیسیون به الفولاد گفته که گروه تروریستی سنی‌های تندروی داعش دیگر توانی ندارد و به مجموعی از افراد یا گروه‌های کوچک تبدیل شده که از صحرا به عنوان پناهگاهی برای خود استفاده می‌کنند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان در یک تصمیم تازه پخش زنده برنامه‌های سیاسی توسط رسانه‌ها را منع کردند. این سازمان در بیانیه گفته است که طالبان همچنان کارشناسان و افراد مورد اعتماد خود را به رسانه‌ها در داخل افغانستان معرفی کردند. این سازمان حامی خبرنگاران این گونه محدودیت‌های طالبان را نوع دیگری از سانسور و نقض جدی آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان در کشور عنوان کرده است.